وحشتناک قارون کشته بودن. خاوران پاره ای از ایرانه. گفتم تابان خونین 98 هواپیما سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه. دختر من سالم و سر حال بوده. داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه. سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه. شاید هر جای دیگه ای از دنیا بود، اون عکس معروف راهروی بیمارستان کسرا، همون که پدر و مادر بزرگ مهسا، ژینا امینی، سوگوارانه همدیگر رو به آغوش کشیدن، به عنوان عکس تأثیرگذار سال انتخاب می شد و نیلوفر حامدی جایزه می گرفت. شاید اون گزارش تشییع پیکر ژینا روی دستهای هزاران کرد سقیزی و خاک سپاریش هر جای دیگه دنیا با قدردانی مواجه می شد. همون گزارشی که مژگان مادر ژینا در حالی که خاک مزار دخترش رو با دستاش پس می زد به الهه محمدی گفته بود دخترم خود زندگی بود، مرگ به اون نمیاد خانم. اما تبعات انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه نگاری برای نیلوفر و الهه زندان بوده، اتهاماتی امنیتی و حکمی سنگین. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از نیلوفر حامدی و الهه محمدی حرف میزنیم، خبرنگاران روزنامه های شرق و هممیهن. این از معروفترین سرودهای انقلابیه که بعد انقلاب 57 از رادیو و تلویزیون پخش شد. هنوزم پخش میشه. نسل ما هم هر سال دهه فجر توی مدرسه انقدر میخوندیم که حفظش شده بودیم که به اونها که با قلم تباهی دهر را به چشم جهانیان پدیدار میکنند بهاران خجسته باد. بله، ارمغان بهار می دادن برای روزنامه نگاران و اهالی قلم، اما بیش از 44 ساله که اهالی قلم خزان رو زندگی می کنن. شاید الهه و نیلوفر حالا دیگه نمادی از این خزان اهالی قلم باشن، از صدها و صدها روزنامه نگاری که همه این سالا به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه نگاری زندانی شدن، شکنجه شدن و سرکوب. نیلوفر و الهه فقط چند روز بعد از شروع اعتراضات مردمی به جان باختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شدن و بهناز جلالی پور همکارشون تو روزنامه های ایران میگه که بازداشت نیلوفر و الهه تو شرایطی که اعتراضات شروع شده بود و خیلی از روزنامه نگاران هم احضار و بازداشت میشدن طبیعی به نظر میومد، اما وقتی مدیرای مسئول روزنامه های شرق و هممیهن رسما اعلام کردن که اونا از طرف روزنامه اقدام به انجام وظیفه حرفه‌ایشون کرده بودن، همه امید داشتن که الهه و نیلوفر زود آزاد بشن، اتفاقی که نیفتاد. وقتی که آزادی اتفاق نمی افتاد، بازداشت های داشت بیشتر می شد، احضارها بیشتر می شد و بعدش اطلاعیه سپاه اومد. فکر می‌کنم یکی از تلخ‌ترین زمان‌های اون بازداشت بود، به خاطر اینکه خط به خط این بیانیه نشون میداد که خیلی 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 ماجرا و تهدیدی که در مورد بچه‌ها وجود داره جدیه. سندی توی اون بیانیه دیده نمی‌شد، اما لحن اون بیانیه طوری بود که کاملا احساس می‌کردی که خطر برای بچه‌ها خیلی جدیه، قرار نیست به این زودی اونها آزاد بشن و واقعا باید نگرانشون بود. دو نهاد امنیتی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، هفته آبان 1401 بیانیه مشترک دادن علیه دو روزنامه نگار. برای اولین بار نیلوفر و الهه رو سرویس‌های جاسوسی غربی معرفی کردن که برای دوره‌های براندازی و جنگ‌های ترکیبی آموزش دیدن. بهناز جلالی پور میگه که این بیانیه برای الهه و نیلوفر صادر نشد.
بیانیه برای الهه و نیلوفر صادر نشد، بلکه مخاطبش بقیه بودن، نه برای تنویر افکار اونها، بلکه برای اینکه اعلام بشه که تو میتونی نفر بعدی باشی. و که وقتی که دارن خیلی رسمی اعلام میکنن که اگر قرار باشه در اتفاقات مشابه رفتار مشابهی رو داشته باشی، این میشه حالا روزتون. این چیزی هستش که اون بیانیه به نظر من داره، کما اینکه وقتی که ویدیو سپیده رشنو منتشر شد، کاملا پیام مستقیمی داشت، خیلی صریح داشت میگفت فردی با چشم کبود جلوی دوربین صدا و سیما میشوننش و مجبورش میکنن چیزهایی رو بگه. حتی قرار نیستش اون سیاهی زیر چشم کاور بشه، به خاطر اینکه این پیامی هستش که باید اعلام بشه. این هم همینطور بود، اینکه قرار بود این پیام ارسال بشه و گیرندش هم خب دقیقا مشخص بود که چه کسانی هستن. بهناز میگه که از خیلی از روزنامه نگارایی که احضار و بازجویی شدن اون روزها در مورد نیلوفر و الهه سوال میکردن، از خود او هم پرسیده بودن. یکی از بدترین، سخت‌ترین و شکنجه آورترین بخش‌های این سوال و جواب‌ها وقتی که در مورد همکارانت و دوستانت می‌پرسن. خب الهه و نیلوفر هم جزو کسایی بودن که در موردشون سوال شد و خیلی تاکید هم بر این داشتن که خب اینها قطعاً کسایی بودن که ارتباط داشتن و این کاری که انجام دادن با طراحی و برنامه‌ریزی بوده، خب اصلا به لحاظ منطقی قطعاً قابل پذیرش نیست. من موقع که دونه پستی توی اینستاگرامم نوشته بودم، اینکه توی ماجرا به الهه حسادت کردم بابت گزارشی که نوشته بود و اینکه بلند شده و رفته اونجا، به خاطر اینکه خیلی کار معمولی هستش، این رو هممون میدونیم. وقتی که یک اتفاقی میفته، یکی از ابتدایی ترین کارهایی که یک خبرنگار انجام میده، بلند میشه میره در صحنه حادثه حاضر میشه و شروع میکنه به جمع‌آوری اطلاعات و بعدش سر و سامانش میده و منتشرش میکنه. این کاری هستش که خیلی نرمال هست، اما اینکه یک کار نرمال یک باره تبدیل میشه به یک اتهام خیلی خیلی بزرگ و مجبوری بابتش یک سال، بیش از یک سال به صورت موقت در زندان باشی و بعد از اون حکم 12 سال و 13 سال نصیبت بشه و کنارش محرومیت از فعالیت‌های حرفه‌ای هم داشته باشی، قطعاً نه اون بچه‌ها فکرشو می‌کردن نه هیچ کس دیگه‌ای. این پیام به نظرم برای جامعه روزنامه‌نگاری هستش که شما حتی برای انجام کارهایی که در حوزه کاریتون و حرفه‌ایتون تعریف شده، حتی اگر در همون چارچوب هم عمل بکنید، امکان مجازات شدن براش وجود داره. بهناز میگه که درباره پست اینستاگرامیش درباره الهه هم از او بازجویی کردن. یکی از سوالاتی که از من پرسیدون خانم بازجویی بود که چرا نوشتی که به الهه بابت کاری که کرده رفته و گزارش تهیه کرده حسادت کردی؟ هم به خاطر اینکه کار درست همینه که وقتی که یک اتفاق میفته، تو به جایی که پشت میزت بشینی، بلند شی بری اونجا، همه ابعاد یک موضوع رو ببینی و این کار درستی رو انجام داده. و اون نه، این کشور رو به هم ریخت. خیلی خوب میتونست الهه نباشه، به کس دیگه ای باشه، اما همچنان اتهام شما پاورجا بود دیگه. شما همچنان همین حرف رو میزدید، به جای اینکه عذرخواهی بکنید، به جای اینکه مسئولیت کاری که بپذیرید رو انجام بدید، چرا باید یک روزنامه نگار قربانی بشه؟ چرا باید باز در واقع تیغ به روی روزنامه ها و مطبوعات بکشید؟ شیرکوبی کس، شاعر سرشناس کرد عراق، نوشته یه جایی که هرچی تو این مشرق زمین کوشیدم روبروی آینه و بر روی دو صندلی واژه‌های زن و آزادی رو کنار یکدیگه ولی به مهربانی بنشونم، بیهوده بود. سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، نوشته اون چه که شیرکوبی کس در این شعر نیافته بود، زندگی بود تا در میان واژگان زن و آزادی بذاره. زن، زندگی، آزادی، شعاری که روز خاکسپاری مهسا جینا امینی در آرامستان آیچی سقه سر داده شد و به شعار اعتراضات مردمی در سرتاسر ایران تبدیل شد. تو هم با همه جهان بگو
رضا معینی مسئول سابق بخش خاورمیانه گزارشگران بدون مرز میگه که پرونده نیلوفر و الهه پرونده مطبوعاتی نیست، علیه جنبش زن زندگی آزادیه و الهه و نیلوفر آمدانه هدف قرار گرفتن. این پرونده برای محاکمه دو روزنامه نگار نیست. این پرونده در اصل ضد حمله‌ایه که رژیم هم دستگاه اطلاعاتیش و هم وابستگان قضاییش اینو آماده کردن. اتهام ها علیه جنبش زن زندگی آزادیه، اتهام ها علیه آزادی اطلاع رسانیه، علیه همه آن چیزی است که در طی همه این مدت در این اعتراض مورد نفع قرار گرفته و نخستینش نقش زنانه. هر دو زن روزنامه نگار آمدانه هدف قرار گرفتند. رضا که تجربه 25 سال پیگیری پرونده روزنامه نگاران زندانی در ایران رو در گزارشگران بدون مرز داره، میگه که نوع اتهاماتی که طرح شده برای سرکوب روزنامه نگاری مستقل در ایرانه. سرکوب روزنامه نگاری منتقد در ایران اتهام‌های تازه‌ای نیستند. از همان زمان بازداشت خود شما خانم فرشته قاضی تا امروز ما این اتهام ها رو داریم. اتهام هایی هم که نیاز نیست ثابت بشه، اتهام هایی هم که نمی توانند ثابت بشن ولی در یک محکمه تر میشن و اگر ببینیم این محاکم رو، یعنی از دادگاه سعید مرتضوی 1410 از اون گرفته تا شعبه 28 دادگاه انقلاب یعنی آقای مقیسه و شعبه 15 آقای سلواتی، اینها همه پیرو یک حرکت مشخص هستند. توی سال گذشته تصویر نیلوفر و الهه تو دست مردم معترض تا فراز قله دماوند رفت، جزو چهره‌های تاثیرگذار سال 2023 مجله تایم شدن و جایزه آزادی مطبوعات سازمان ملل رو گرفتن. اما همزمان همسر نیلوفر حامدی از کار اخراج شد و الناز خواهر الهه برای مدتی بازداشت. اونا با اتهامات امنیتی تو زندان موندن و حالا به 12 و 13 سال زندان محکوم شدن که در صورت تایید این احکام تو دادگاه تجدید نظر از مجموع 12 سال حکم الهه 6 سال و از مجموع 13 سال حکم نیلوفر 7 سال اون قابل اجرا خواهد بود. سعید ارکان‌زاده یزدی روزنامه نگار در ایران نوشته که پیام دقیق به ما رسیده. بهای روزنامه نگاری حرفه‌ای دست کم 6-7 سال زندانه. رضا معینی میگه که حکم صادر شده برای نیلوفر و الهه رأی واکنشی و لحظه‌ایه. طی این مدتی که در دست کم من ناظر بودم، همه رأی های واکنشی رأی های امروز و رأی هایی هستند، یعنی صدور احکامی هست برای ایجاد رعب و وحشت. کارکرد روزمره‌ای داره، ایجاد وحشت میکنه. در کل سرکوب آزادی اطلاع رسانی، بازداشت روزنامه نگاران و تنبیه روزنامه نگار برای اقدام به انجام وظیفه‌اش، آزادی اطلاع رسانی و اطلاع رسانی تنبیه و نشان دادن این تنبیه به دیگرانه، ولی برای لحظه است. برای همین من در این مورد مشخص که ظالمانه این حکم علیهشون صادر شده، من فکر میکنم لحظه است، یک ضد حمله است به نمادهای جنبش زن زندگی آزادی که در این جنبش تأثیرگذار بودند. ارتباط با دولت متخاصم آمریکا اتهام اصلی الهه و نیلوفره، اتهامی که اصلا مصداق عینی هم نداره. شعبه 35 دیوان عالی کشور تو رأی صادرش مشخصا گفته که شرط تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم منوط به استعلام از وزارت خارجه است. اداره کل حقوقی بین المللی وزارت خارجه هم در آذر ماه 1392 در پاسخ به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام کرده که هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار نداره. مازیار کوچ‌نژاد استاد حقوق بین الملل میگه که هرگز اعلام نخواهند کرد که با آمریکا در حالت تخاصم هستیم، چون این اعلام جنگه. در حقوق بین الملل وقتی ما میگیم تخاصم یعنی در حالت جنگ هستیم با یک کشور و اگر جنگ باشه یک سری از معاهدات بین دو کشور معلق میشن. ایران و آمریکا در حالت جنگ نیستن،
اتفاقا این سری معاهدات هم معلق نشدن، از جمله معاهده مودت که ایران بهش استناد کرده، الان دعاوی رو علیه امریکا مطرح کرده، یکیش منجر به رأی شده که هنوز در جریان هستش. لذا ما هیچ وقت در حالت تخاصم، علارغم خب به هر حال مشکلاتی رو با امریکا دولت جمهوری اسلامی داشت، ولی خب هیچ وقت اعلام جنگ یا تخاصمی نبود، چون اگر بود هم وزارت خارجه در جواب اون استعلام صراحتان باید اعلام میکرد. الان هم دیر نشده، الان هم اگر بخوان خوب اعلام بکنن. مسلمه که هیچ وقت این کار رو نمی کنه، چون عوارض حقوقی و سیاسی برای کشور داره. وقتی ما در حقوق بمیلن که ما با فلان کشور در تخاصم هستیم، یعنی یک جور اعلام جنگ هستش. لذا فردا کشتی های ما، نمیدونه هواپیما های ما، ممکنه با کشتی ها ما و نیروهای نظامی امریکا درگیر بشه. میگه خودتون گفتید ما در حالت جنگ هستیم. لذا خب هیچ وقت این کار رو ایران نمی کنه و تنش‌های سیاسی و اختلافات سیاسی با یک کشور معنی تخاصم به معنای حقوقی نیست، چه از جنبه بین‌المللی چه از جنبه داخلی، هم که وزارت خارجه اعلام کرده. آقای کوچنژاد میگه که تفسیر باید به نفع متهم باشه و قاضی حق نداره و نمیتونه بگه که فلان دولت متخاصمه. تفسیر باید به نفع متهم باشه، تفسیر قوانین باید به نفع متهم. با قول آقایون علما، ما اون چیزی که از غرب بوده رو استصحاب میکنیم، چیزی که از غرب بوده رو قبول داریم و قانون باید به نفع متهم تفسیر بشه. اینجا هم صراحت داره، یعنی قاضی نمیتواند مثلا بگوید که فلان دولت متخاصم است. تشخیص قاضی نیست، بلکه تشخیص وزارت خارجه هست. باید استعلام بکنه، یک نوع کارشناسی است، باید از اون نهاد مرتبط باید استعلام بشه که خب نشد. خب میدونن که اگر بکنن هم یا جواب نمیدن، یا اگر جواب بدن هم جواب سابق رو خواهن. اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام دو اتهام دیگه الهه و نیلوفر هستند. مازیار کوچنژاد استاد حقوق بین الملل میگه که حکم صادر شده شأنیت قضایی نداره و بیانیه ای سیاسیه. ندیگه اون چیزی که در رسانه ها مطرح شده شبیه حکم نیست، شبیه یک بیانیه سیاسی است. روند بسیار از این پرونده های بال آیون حساس و امنیتی و اینها اینطوری است که وقتی بخوان یک موضوعی رو بال خودشون حل کنن، اول طرف رو دستگیر میکنن، مدارک که ندارن که، چون اینم خلاف قانونه، شما طرف رو بازداشت می‌کنید، بعد میاد تحصیل دلیل میکنید. یعنی چی؟ یعنی گوشی، کامپیوتر، نمی‌دونم موارد دیگر رو می‌گردید، چیزایی پیدا کنید. من اون چیزی که خودم دیدم و اون فیلمی که خود خبرگزاری میزان درست کرد، اونها هیچ کدوم با این که یک طرفه بود، یعنی ما به هر حال در شرایطی میدیم که شرایط عادی نبود، اون هم توجه کنیم میبینیم که این اتهامات به نظر میرسه ساختگی است. یعنی خب اینا دستگیر شدن، به هر حال اون بحث جنبش مهسا امینی، اون عکس و خبررسانی و اینها رو اینا به زمین ها باعث شده که مردم بیشتر بینن. اونا وظیفه خبرنگاری خودشون انجام دادن، حالا اگر دیگران بخوان استفاده کنن، سوء استفاده کنن، اون بحث جدا است. اگر اینطور باشه دیگر هیچ خبرنگاری در مورد هیچ موضوعی نمیتونه گزارش دهی کنه. یک مسائلی که ارتباطی نداره، نمیدونم رفتن آمریکا، اونجا رفت آفریقای جنوبی، اون رفت با نمیدونم حسن رو دید، به اون زنگ زد، اینها در حقوق معنا نداره. در حقوق میگن که وقتی میخوان بگن که اتهامی متوجه کسی هستش، سه تا عنصر داره. عنصر قانونی، یعنی جرم باید با یک قانونی جرم باشه، مستند به قانونی باشه. عنصر مادی، یعنی که عمل مادی، مثلا این خبرنگار با نمیدونم CIA در ارتباط بوده، مثلا با وزارت خارجه آمریکا در ارتباط. عنصر مادی، ما دیدیم که این کار رو کرد. دیگری عنصر معنوی، یعنی خبرنگار مطلع باشه که داره چی کار میکنه، یعنی قصد اینه داشته باشه که به اطلاعات ما رو بده به کسی، کشور رو، یا یعنی نمیدونم خلاف امنیت کشور رو، این قصد هم داشته باشه. عنصر معنوی به نظر میرسه اون چیزی که خود این آقایون اعلام کردن، من دارم میگم ما خود پرونده رو ندیدیم، ولی همینم که اینها اعلام کردن، این اتهاماتی که به این دو خبرنگار منتسب کردن، فاقد سه عنصر هستش که برای اینکه این جرم جرایم که اثبات بشه. تو این قسمت از پادکست یک پرونده از نیلوفر حامدی و الهه محمدی حرف زدیم که به گفته ضیا نبوی، فعال مدنی که خودش هم به تازگی باز به زندان محکوم شده، وفاداری به حقیقت جرم اوناست. نیلوفر تو آخرین جلسه دادگاه خودش تو 4 مرداد ماه گفته بود که به عمل کردش به عنوان روزنامه‌نگار افتخار میکنه. الهه هم تو آخرین دفاعش گفته بود که افتخار میکنه که در کنار مردم مونده
و این صدای خود اوناست. از پشت دیوارای بلند زندان که الهه سطرایی از شعر اسماعیل سروده رضا براهنی رو میخونه و نیلوفر شعری از شیرکو بیکس. جنگ است اسماعیل، جنگ است با جنون همیشه جوان تو هم رنگ است. بس مرده باد شاعری که راز نیزه و خون را نداند، زنده باشی تو که راز سنگر و ستاره را هم میدانستی. از ترانه‌های من اگر گل را بگیرند یک فصل خواهد مرد، اگر عشق را بگیرند دو فصل خواهد مرد. از افره که پایین برویم بر خسروها پشت میزه‌های ابلیسی، شاعرها را خواهیم دید که نمیدانند که شاعر هستند، اما هستند، زیرا شاعر کسی است که دوزخ را تجربه کرده باشد، حتی اگر شعری هم نگفته باشد. اگر از ترانه های من آلیاتی را بگیرند سال تمام سال خواهد مرد. من امید به روزهای بهتری دارم، بسم به چشمهای سرخت که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.